سلام و شب شما بخیر به برنامه بازار از تولو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. شکایت باشندگان مکرون ها از شهرداری. باشندگان مکرون ها از درست کار نکردن مرکز گرمی ها شکایت دارند. آنها را به اون شکل که لازم است گرم نمی سازند. بعضی از بخاری های برقی می مانند. از بخاری های برقی هم مشکلات برق هم قیمت است و گازی هم مشکلات صحی دارد. تلاش برای رسانیدن برق خورشیدی در روستاها. بر بنیاد یک طرح تازه بانک توسعه آسیایی، پروژه زیر نام بسته خورشیدی در کابل برانداخته شده است. حسم دانی چه خیره خپل دغه هیوادوالو ته چې د مرکزونو د ولسوالیو د ولایاتو د مراکز څخه لرې پراته دي هغوی ته مونږ وکولی شو چې د سولر پرمټ د دوی تیارو کورونه ورته روښانه افزایش مصرف بودجه توسعه امسال. میزان مصرف بودجه توسعه امسال به 90% رسیده است. 90% بودجه انکشافی را به سطح دولت ما به مصرف برسانیم که در مقایسه به سال 1396 23% افزایش نشان میده. و کمک هند در بخش توسعه اقتصادی مالدیو. هند از کمک 1,400,000,000 دلار این کشور به مالدیو خبر میده. برنامه بعد تازه ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان میپردازیم. شمار از باشندگان مکرون ها از درست کار نکردن مرکز گرمی های آپارتمان هایشان شکایت دارند. آنان میگن بانک سالانه پول هنگفت را برای فعالسازی مرکز گرمی ها در زمستان میپردازند، اما این مرکز گرمی ها کارایی چندان ندارد. آنان شهرداری کابل را به سهل انگاری در حفظ و مراقبت مکرون ها متهم می‌سازند. شماری از باشندگان مکرویان ها از درست کار نکردن مرکز گرمی های آپارتمان هایشان شکایت دارند. آنان میگویند مجبور هستند برای گرم ساختن خانه هایشان از گاز و چوب نیز استفاده کنند. خانه را به شکل که لازم است گرم نمی سازند. بعضی ها بخاری های برقی می مانند. از بخاری های برقی هم مشکلات برق هم قیمت است و گازی هم مشکلات صحی دارد. به اون پولی که میگیرند به اون حساب هیچ ارزشی نداره. مرکز گرمی باید به پولی که بگیرند باید صحیح گرم باشه، همیشه باید فعال باشه و همیشه فعال نیست. 5000 افغانی یا 6000 افغانی گاز مصرف کنه فکر میکنم اون فامیلش خانهش کلش هم گرم میباشه هم استفاده خوب کنه، ولی همین پول به شکل اجباری به خاطر از اینکه اپارتمان ها به حساب دولتی توزیع شده. دو سال است که ما زندگی میکنیم تا روشنی گرمی از دوران ندیدیم و نه گرم شده. مسئولان حفظ و مراقبت مکرویان ها میگویند که سیستم مرکز گرمی ها به طور معمول آن کار میکند و برخی مشکلات فنی وجود دارد که به آن رسیدگی میشود. با این هم باشندگان مکرویان ها میگویند که در 3 ماه زمستان در حدود 1 ماه آن به علت های گوناگون مرکز گرمی ها خاموش میباشد. این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای عبدالجلیل سلطانی، سخنگوی شهرداری کابل. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام به شما و تمام بیننده‌های عزیز تلو نیوز. امیدوارم از تو شما خوش داشته باشید. ممنون. آقای سلطانی، میخوام بپرسم آنچنان که شکایت وجود داره از درست کار نکردن مرکز گرمی ها در مکرون ها، همواره وقت فصل سرما میرسه چون شکایت های بلند میشه. میشه شما علتش را بگویید که چرا این مرکز گرمی ها درست کار نمیکنه با وجود که این باشندگان پول هم پرداخت میکنن؟ خب در این قسمت دو موضوع مطرح است. موضوع اول از لحاظ تکنیکی در مطابق طرز العمل از 15 قوس هر سال باید مرکز گرمی ها فعال شود که از نظر تکنیکی در آغاز وقتی سیستم چالان میشه تا زمانی که آب گرم میشه و بعد آب به جریان میفته و حرارت آزاد میشه یک ذره وقت میگیره و این امسال هم مطابق همه ساله مطابق همون روالی که همه ساله داریم این چالان شد، اما متاسفانه در 4 روز اول ما با یک مشکل بسیار کلان عبارت از پایین بودن ولتاژ برق بود ما روبرو شدیم و یک مشکل تکنیکی بود. بعد از اینکه رهبری شهرولی کابل با رهبری شرکت محترم برشنا صحبت کرد، خوشبختانه
این مشکل بر دائم حل شد، یعنی تا ختم زمستان ما این مشکل را نخواهد داشتیم. به شکل فوق‌العاده برق فعال شد، دوباره نرمال شد و این چهار روز اول این مشکل تکنیکی بود. بعد سیستم هواکشی موضوع است که چند روز طول میکشه که سیستم عمومی باید فعال شد. بعد از یک سیستم عمومی هواکشی شد، نرمال شد، بعد سیستم نرمال سازی یا فعال سازی اتاق به اتاق است که ما خوشبختانه اما مطابق گزارشی که ساعت پیش ما از تصدی حفظ مراقبت مکروریان ها گرفتم، خوشبختانه این مشکل حل شده. سیستم فعال سازی عمومی فعال شده، مکروریان های دوم و سوم و چهارم فعال است. تنها در مکروریان اول در بلاک 12 الف بعضی مشکلات گزارش شده و همچنین این سیستم اتاق به اتاق که تا هفته آینده قرار است که این بخش هم به شکل نرمالش فعال شد. چرا پیش از رسیدن فصل سرماش ما دست به اقدام نمیشه؟ مشکلات فنی که وجود داره چرا این مشکلات برطرف نمیشه وقتی که زمستان فرا میرسه و مردم مجبور هستن که خانه هایشان را باید گرم بکنن، اونا از چوب استفاده میکنن در داخل خانه هایشان که در حال حاضر باید استفاده صورت نگیره؟ بله، من موضوع دومش رو مطرح میکنم بعد به سوالم پاسخ میدم. این بحث اول بود، بحث تکنیکی سیستم تا که به شکل نرمال فعال میشه. بخش دوم این سیستم موضوع فرسوده بودن سیستم است، فرسوده بودن سیستم مرکز گرمی مکروریان ها است، خصوصا مکروریان اول. در این قسمت چون تصدی مکروریان ها یک تصدی خودکفا است، وابسته به بودجه بیرونی نیست و از عواید خودش باید مصرف بکنه، ما همه ساله با یک مشکل بسیار کلانی که در قسمت عواید این تصدی روبرو هستیم. اوی است که ما در حال حاضر حدود 300 میلیون افغانی از 250 دکان و 150 غرفی که ما در مکروریان ها داریم، متاسفانه ساکنین محترم مکروریان ها، کسایی که از این خدمات استفاده میکنه، این مکروریت های خود را نمیپردازه و تصدی حفظ مراقبت مکروریان ها به دلیل این که این بودجه کامل را به دست نداره و این عواید خود را نمیتونه جمع آوری بکنه، در اثر عدم همکاری مردم بنان نمیتونه سیستم ها را به شکل مدرنش دوباره فعال بسازه. بنان سیستم ها کهنه و فرسوده است، ما همه ساله با این مشکلات روبرو هستیم. در قسمت ای که چرا قبل از 15 قوس ای سیستم فعال نمیشه یا چک نمیشه، در این قسمت تصدی حفظ مراقبت مکروریان ها همه ساله پلان خود پلان عملیاتی خود روی دست داره. ما در قسمت برق با یک مشکل بسیار کلان روبرو هستیم. شما میدانید ما در کشور زندگی میکنیم که متاسفانه از نظر انرژی ما از انرژی پایدار برخوردار نیستیم. ما فقط یک جنریتر 1 مگاوات برق داریم که او مصارف سوختش بسیار بالا است و او قبل از اینکه این موعد فرا میرسه ما نمیتونیم از او استفاده کنیم. و دوم وقتی که این برق ولتاژ پایین میداشته باشیم، اگر جنریتر به شکل دوامدار ما استفاده بکنیم، او ساعت 130 لیتر سوخت داره و در این صورت ساکنین مکروریان های ما به این صورت نمیتونه هزینه از رو بپردازه. بنان ما مجبور هستیم که مطابق همو عملی که داریم مطابق همو موعد و زمانش این را فعال بسازیم و وقتی هم که فعال میشه چند روزی تا ولتاژ برق تنظیم میشه تا این مشکلات فرسودگی نل ها، کفیدگی نل ها و این هواکشی سیستم اینا طبعا حدود یک هفته تا 1.5 هفته یعنی این تبیز دیگه مردم باید این مشکلات تحمل بکنن در شروعی زمستان. خب به دلیل همین مشکلات تکنیکی که ما پیشتر عرض کردم، خب چرا همین مشکلات تکنیکی را که شما از او یاد میکنین همین مشکلات حل نمیشه؟ شما گفتین که تصدی حفظ مراقبت مکروریان ها اینا نمیتونن درآمد هایشون را به گونه درست جمع آوری بکنن چون مردم همکاری نمیکنن، اما بازم برمیگرده به اینکه ضعف وجود داره چون تصدی خودش نمیتونه که درآمد خود را گرد آوری بکنن تا اینا سیستم هایشون را پس نوسازی بکنن. کارکرد تصدی طوری است که تا مردم همکاری نداشته باشه، تا مردم عواید این تصدی را نپردازه، من پیشتر عرض کردم تصدی وابسته به بودجه حکومتی و یا هیچ بودجه بیرونی نیست. این باید عواید خود جمع آوری بکنه و دوباره به مصرف برسه. در این قسمت ضعف مدیریتی نیست، بلکه عدم همکاری مردم مطرح است. ولی باز هم شاروالی کابل و این تصدی حفظ مراقبت مکروریان ها با توجه به امکانات دست داشتی خود همه ساله تلاش میکنه تا این جنریتر فعال داشته باشه، مطابق هم وقت و زمانش، مطابق طرز العمل این سیستم را فعال بسازه که امسال هم خوشبختانه ما با مشکل خاصی در این قسمت روبرو نبودیم. در 15 قوس
مطابق روند همه ساله این سیستم فعال شد، اما به دلیل پایین بودن ولتاژ برق ما پیشتر عرض کردم 4 روز اول ما مشکلات سیستم با این مشکلات روبرو شد و این مشکلات خوشبختانه دوباره در اثر هماهنگی که بین شهرولی کابل و شرکت برشنا انجام شد خوشبختانه این مشکل هم حل شد و وعده‌ای که ما برای ساکنین محترم مکرویانا از آدرس برنامه شما داده میتونم این است که این مشکلات در اوایل هفته آینده انشالله که به شکل نرمالش حل میشه و تا ختم زمستان شهروندان ما در مکرویان ها از امکانات و خدمات این مرکز گرمی ها استفاده خواهد کردن. ولی یک خواهشی هم که ما داریم از شهروندان عزیز ما در ساحه مکروریان هایی است که اونا مکروزیت های خود و تصدی خود بپردازن تا تصدیشان بتانه در وقت و زمانش خدمات معینه را ارائه بکنه. در قسمت نوسازی سیستم ها میخوایم از شما پرسم که آیا برنامه مشخص وجود داره که این سیستم های فرسوده را که شما از او یاد کردین اینا دوباره پس نوسازی شده تا حداقل مشکلات را که امسال مردم با او روبرو هستن سال دیگه با او روبرو نباشن؟ خب این وابسته به همین خواست پیشین ما است که از مردم مکروریان کردم به این معنی که تا زمانی که این تصدی مکروزیت هایی که سر مردم داره جمع‌آوری نکنه، بنیه اقتصادیش قوی نشه، متاسفانه پول زیادی را در دسترس نداره تا بتانه این سیستم فرسودی و کهنه ای که تا فعلا قربانی از او هستم ایره نو بسازه. این منوط است اگر برنامه روی دست گرفته شوم میشه که این بدیهای تصدی گرد آوری شوه از نزد مردم. بله برنامه هست و رئیس جدید مکروریان ها که هفته پیش معرفی شد و تازه کار خود آغاز کرده اینا برنامه دارن و قرار است که گفتگوهای بیشتر و نزدیکتر با مردم صورت بگیره و تشویق شود مردم ما تا اونا مخروضیت های خود بپردازه. ولی تا زمانی که این تصدی و بودجی مورد نیاز خود به دسترس نداشته باشه متاسفانه امکانات کم است و سیستم فرسوده است. ولی ما امیدوار هستیم در یک بله آقای سلطانی خیلی کوتاه بگوین که تصدی چقدر بدهکار است، یعنی چقدر مردم بدهکار هستن از تصدی که تاکنون پرداخت نکردن؟ خیلی کوتاه. حدود 300 میلیون افغانی فعلا مردم در ساحه مکروریان ها از تصدی و افز مراقبت مکروریان ها مقروض می باشن. بله. که از عمو ملکیت های شهروالی و این تصدی است. بله. که اونا باید بپردازن. تشکر سپاس از اینکه با من عضو یافتین. خیلی سپاس. تا لحظات دیگر تلاش برای رسانیدن برق خورشیدی در روستاها. به ادامه برنامه بازار خوش آمدید. بیننده این بخش برنامه بازار باشید تا هم بدانید که آخرین تغییرات و تحولات از بازارهای افغانستان به ویژه پایتخت از چی قرار است. در گام نخست هم می‌بینیم که بهای مواد خوراکی چگونه است، تغییرات نسبت به روزهای گذشته در بهای این مواد تاکنون به وجود آمده است یا که خیر. بلان چنان که شما هم مشاهده میکنید در حال حاضر 50 کیلوگرم آرد 1380 افغانی در بازارها به فروش میرسد. نسبت به روز گذشته تغییرات دیده نمیشه، اما اگر ما هفته گذشته را ببینیم در حدود 20 افغانی افزایش به میان آمده. در 50 کیلوگرم آرد 1 لیتر روغن هم 75 افغانی در بازارها به فروش میرسد. به همین ترتیب 1 کیلوگرم شکر هم 40 افغانی در حال حاضر در بازارها به فروش میرسد. 1 کیلوگرم برنج سیلی اول 110 افغانی است و 1 کیلوگرم چای هم 285 افغانی در بازارها به فروش می رسد. بخش عمده از مواد خوراکی که مورد نیاز افغانستان است از کشورهای همسایه مثل ایران، پاکستان و همچنان هند و همچنان کشورهای آسیای میانه وارد افغانستان می شه. و هم در این بخش بهای نفت و گاز مایع می بینیم که چگونه است. 1 کیلوگرم گاز مایع 58 افغانی در بازارها با فروش میرسه و برخی از باشندگان پایتخت میگن که حتی در برخی از آلات تا 62 افغانی نیست 1 کیلوگرم گاز مایع را خریداری میکنن. با امیدواری های هم وجود داره که نازهایی که مسئول هستند باید نظارت در این بخش داشته باشند. 1 لیتر پترول هم 52 افغانی در حال حاضر در بازارها با فروش میرسه. بله و 1 لیتر دیزل هم 54 افغانی در بازارها است. تغییرات چشمگیر در بهای نفت و گاز مایع در این روزها دیده نمیشه. به همین ترتیب نرخ شمار ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی چنان که شما هم مشاهده میکنین 75 افغانی و 90 پول در بازارهای ارز افغانستان تبادله صورت میگیره.
1.86 افغانی در بازارهای هرز است. به این ترتیب اسعار دیگر می بینیم که چیکون است. یک درهم امارات 20 افغانی و 50 پول تبادله صورت میره. 1000 روپیه هندی هم 1040 افغانی در بازارهای ارز است. 1000 تومان ایرانی هم 7 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 541 افغانی که نسبت به روز گذشته در حدود 2 افغانی در 1000 روپیه پاکستانی کاهش به میان آمده است. و بیندای عزیز، در این بخش برنامه بازار همکارانم گزارش را در مورد بسته تازه بانک توسعه آسیایی که پروژه قرار است که در چارچوب یک طرح تازه این بانک عملی شود که به نام بسته خورشیدی است که در کابل برای انداخته شده و در گام نخست آنچنان که هم گفته میشه که برزش 100,000 دلار دستگاه های تولید انرژی خورشیدی و همچنان ابزارهای برقی که مورد نیاز است برای 80 خانواده در ولسوالی چهار آسیاب عملی خواهد شد. پس از قرقیزستان و تاجیکستان، اینک پروژه بسته خورشیدی در چارچوب برنامه انرژی پایدار وزارت احیا و انکشاف دهات در افغانستان راه اندازی می شود. در این بسته کالاهای استند که تغییرات شگرفی در زندگی روستانشینان به میان خواهند آورد. حدثم داده چه خیره خپلو دغه هیوادوالو ته چه دی مرکزونو، دی ولسوالیو، دی ولایتو، دی مراکز تخلیر پراته دی، اغوی ته منگو کولی سو چه دی سولار پرمټ د دوی تیارو کورونه ورته روخان پهلان د خپل ولایو بیټری لاره ما شامه ماده هغه یو ورځ بعد برور په 200 روپیه شپې تر روپیه راړم چې راسیات هغه باندې چا چکو مې بیا دوه ورځې درې ورځې راته برق لګی. قرار است که بانک توسعه آسیایی یک پروژه برق خورشیدی دیگر را در 55 روستای مرزی با هزینه 230 میلیون دلار تمویل کند که بیش از 400 هزار خانواده از آن بهره مند خواهند شد. بیایید از این منبع طبیعی خداداد بهره ببریم و از آن در بهبود زندگی مردم افغانستان بهره گیریم. ما در عملی سازی این کار به وزارت احیا و انکشاف دهات و وزارت انرژی و آب کمک میکنیم. متاسفانه ما میدانیم که ما تنها تا فعلا پایین تر از 40% مردم افغانستان رو متوانستیم زیر پوشش شبکه برق قرار بدیم و اینی همکاری ها میتونه خانه‌های مردم رو روشن کنه. برای هر یک از 80 خانواده افزون برای دستگاه تولید انرژی برق خورشیدی 5 گروه تلویزیون، بادپکه، یخچال، هیچ چراغ دستی که میتونن موبایلشان را هم شارژ بکنن داده میشه. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای رفیق جنبش، معاون سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. تاسو ته هم سلام او اوریدونکو ته هم سلام او مینوننده کو. خواجان بروش، میشه در مورد بسته خورشیدی بیشتر بر ما جزئیات بتین که بر بنیاد این بسته قرار است چکارهای در بخش انرژی خورشیدی صورت بگیره؟ پلومنی سر که دا آسیا پرمختی بانک د افغانستان لور آخوا 15 نور هیوادونه هم پا پام کنی ولی دی چه دا دغی پروژه دا تطبیق لپاره زمینه سازی التا وکره شی. خو دغه لومنانۍ پایلې له افغانستانه وکړه. دغه لمریزه برېښنا چې په افغانستان کې د کابل ولایت په چهار اسیاب ولسوالۍ نو نیاز په کلي کې اتیاو کورنیو ته تطبیق شوه، دا ازمیښتي بڼه ده. اوس یې هغه ازمیښتي کارونه روان دي که چیرته د دې پروژې اغېز زیات و مثبت وارزول شو نو دغه پروژه به د افغانستان نور ولایتونو ته هم غزیگی. په چهاراسیاب ولسوالۍ کې له سروي وروسته موږ هغه اتیا کورنۍ چې دوی برېښنا ته لاسرسی نه درلود هغې ته دغه سولریزې برېښنا لومړنۍ کڅوړه چې ده هغه وویشله. په دې کې سولري تختې پکې شاملې دي، بیتري پکې شامله ده، یخچال پکې شامل دی او پکه پکې شامله ده، همدا ډول لاسي څراغونه پکې شامل دي او ځینې نور هغه اړوند توکي دي چې د سولري برېښنا څخه په استفادې په خپلو کورونو کې ترې استفاده کولی شي. بله، در کنار از این پروژه میخوام از شما پرسم که یک بخش از برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات همین بود که در روستاها اینا برق رسانی بکنن بر روستانشینان. چقدر میشه بگوین که بر بنیاد پروژه های شما در حال حاضر روستانشینان اینا دسترسی دارن به برق؟ د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت یوه لویه
برنامه چې دا هغه پایدار انرژي ده، لکه سړول چې تاسو ویلې زمونږ هڅه دا ده چې سړول وکړی شو هغه سیمې چې په سرحد کې پرتې دي هغوی ته برېښنا ورسولی شو. نو په دې برخه کې زمونږ یوه نوې د دغې برنامې نه ورهاخوا یوه بله برنامه هم د تطبیق په حال کې ده چې د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې چې په سرحدي سیمو کې یا لری پرتو سیمو کې پراته دي د هغوی 4,8000 کورنیو ته برېښنا ورسو. د دې ولایتونو چې دي خوست، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، نورستان، کونړ، هلمند، کندهار، فراه، نیمروز او همدا ډول د هرات ولایتونه په دې کې شامل دي. دا په دې ولایتونو کې هغه سرحدي سیمې دي چې د افغانستان د اوبو او برېښنا د وزارت سره په همغږۍ باندې تولیدي یا وارد شوي برېښنا چې له نورو هیوادونو نه افغانستان ته واردېږي د ډیرو کالونو یا د اوږد مهال لپاره دغو سیمو ته نه شو رسېدی، تر څو په دغه سیمو کې یو انډول هم رامنځته شوی. نو موږ به 4,8000 کورنیو ته برېښنا رسو چې عملاً یې د سروې کارونه روان دي، او 1,00,000 کورنۍ چې دي هغه موږ سروې کړي دي چې په را روان وخت کې د دغې بودیجې تمویل چې دی د افغانستان د پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي. هڅه دا کوو چې د آسیا پرمختیایي بانک او نورو ډونرانو په مرسته دغه پروژه تمدید کړی شو او نورو کورونو ته هم برېښنا ورسولی شو. بله خوجون بوش، در مورد همین برق خورشیدی میخوایم بیشتر از شما بشنویم که آیا در روستاها در حال حاضر چنین پروژه های تاکنون هم عملی شده بود یا که بار نخست است که ما شاهد چنین بسته انرژی خورشیدی هستیم؟ در افغانستان دولت لری اطرافی سیمو تا تروسه پوری هغه سیمی چې موږ یې تر پوښښ لاندې راولو هغوی ته برېښنا نه ده ورسېدلې. دوی خپله له همغه دودي سیستم څخه د کور او د ځینو نورو شیانو د روښانولو لپاره استفاده کوله چې هغه ډېر دودیزه او بڼه ده، صنعتي بڼه ده. نو دا به لومړی ځل وي چې په یو منظم چوکاټ کې موږ وکړی شو د افغانستان لرې پرتو سیمو ته برېښنا، سولري برېښنا ورسولی شو چې هم به محیط وساتلی شي، کورنۍ مېرمنو ته به ډېر اسانتیاوې رامنځته شي، او خلک به د خپلې برېښنا څخه چې افغانستان زیاته طبیعي سرچینې لري له هغې څخه په منظم ډول استفاده وکړی شي. بله، اگر این پروژه موفق باشه که در گام نخست در ولسوالی چهارآسیاب ای عملی میشه، قرار است که در کدام ولایت افغانستان در کدام مناطق باز این پروژه عملی شه؟ آیا برنامه مشخصه وجود داره؟ لکه څه ډول چې ما وړاندې یادونه وکړه چې د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې سیما یې نومونه وړاندې ذکر کړل، په دې کې 4,8000 کورنۍ له وړاندې نه په نښه شوي دي چې د سروې د 1,00,000 کورنیو کارونه خلاص شوي دي. که چیرته دغه پروژه بریالی شوه چې دا موږ لومړی ځل 80 کورنیو ته په چهارآسیاب کې د سولریزې برېښنا اړوند توکي توضیح کړل، که چیرته دغه برنامه کامیاب شوه نو موږ به وکړی شو چې د افغانستان هغو سیمو ته چې د اوبو او برېښنا وزارت همدا ډول د برېښنا شرکت نشي کولی په ډېر اوږدمهال کې هغه ځای ته برېښنا ورسوي، نو موږ به د آسیا پرمختیایي بانک په مالي ملاتړ هغو سیمو ته برېښنا رسوو. برای رسانیدن برق به 80 خانواده در ولسوالی چهارآسیاب چقدر مدت در بر میگیره تا این برق خورشیدی بهشان رسانیده شود؟ لکه سر اول چې ما وړاندې په خپلو خبرو کې ویلې دا له وړاندې نه په نښه شوې کورنۍ وې. لومړني کارونه یې خلاص شوي وو چې نن لیدونکو په ګزارش کې هم ولیدل، نو عملی نن ورته دغه سولری کڅوړه چې ده هغه توضیح شوه. نو د دې په نصبولو کې به هم زموږ د وزارت مسلکي کسان چې دي له دوی سره مرسته کوي. د دې کارونه خلاص شول او اتیاو کورنیو ته به برېښنا ورسیږي، سولریزه برېښنا. بله خو جان باشان، چون که گفتم میشه اگر من اشتباه نکرده باشم که بیتری های این سولر ها نیاز است که باید اینا تبدیل شن، یک مدت برش تعیین شده. آیا پس از او هم شما کمک را انجام میتین به باشندگان که حداقل اینا دوباره پس اونمو بیتری های این سولر ها را تبدیل بکنن؟ نه، په دې برخه کې کوم معنی نشته چې موږ د دغه توکي بیرته بیا هم ورغو، خو د دغه د دې کڅوړي په ورکړه کې چې کوم توکي شامل دي هغه تر ډیره بریده معیاري دي چې ډیر وخت دوام کولای شي. بله تشکر آقای جان، سپاس از اینکه با برنامه حضور یافتید. ډیره مننه لطافت چې وخت مونږ.
ادامه خبرها. مثلاً ریاست زراعت و آبیاری بدخشان میگن که حاصلات پستین ولایت در مقایسه با سال گذشته 60% کاهش یافته است. به گفته آنان تغییر وضعیت جوی و گرمای زمین در کاهش فرآورده های پسته اثر گذاشته و این اداره در تلاش است تا با احیای جنگلات پسته تولید این فرآورده را در بدخشان در دراز مدت افزایش دهد. تا لحظات دیگر. افزایش مصرف بودجه توسعه امسال. برنامه بازار خوش آمدید. مصرف بودجه توسعه امسال به 90% رسیده است. وزارت مالیه میگوید که میزان مصرف بودجه توسعه نهادهای بودجه‌ای نظر به سال گذشته افزایش 23% را نشان میدهد. این در حالی است که شمار از آگاهان میگن که مصرف بودجه توسعه حکومت موثریت پایان دارد و اکثریت برای خرید کالاهای تجملی برای واحدهای بودجه‌ای به مصرف میرسد. سه روز به پایان سال مالی 1397 مانده است. وزارت مالیه میگوید که میزان مصرف بودجه توسعه‌ای به سطح حکومت به 90% رسیده است. سخنگوی این وزارت میگوید که میزان مصرف بودجه توسعه‌ای پارسال 67% بوده که یک افزایش 23% را در میزان مصرف بودجه توسعه‌ای نظر به سال گذشته نشان میدهد. 90% بودجه انکشافی را به سطح دولت ما به مصرف برسانیم که در مقایسه با سال 1396 23% افزایش نشان میده. در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند که مصرف بودجه توسعه‌ای در حکومت موثریت چندان نداشته و نتوانسته است بر شرایط اقتصادی زندگی مردم تغییر بیاورد. بودجه‌ای که به مصرف میرسه باید در زندگی روزمره هموطنان ما یک تغییر به میان بیاید، یک تغییر مثبت به میان بیاید که تا هنوز در این عرصه فقدان بزرگ است و هیچ تغییری در زندگی مردم نامده. این در حالی است که در حدود یک ماه پیش وزارت مالیه گفته بود که از مجموع 111 میلیارد افغانی بودجه توسعه سال 96 59% آن به مصرف رسیده است. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای عبدالقادر جیلانی، سخنگوی پیشین وزارت مالیه. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمد. علیکم السلام، تشکر. ممنون. آقای جیلانی، میخوایم که شما پرسم بعنوان کسی که شما بیشتر در بخش مالیاتی کار کردین و آگاهی بیشتری از مصرف بودجه توسعه دارین، اگر واقعا 90% مصرف شده بودجه توسعه، پس چرا تغییری در زندگی مردم تاکنون دیده نمیشه؟ اگر در واقعیت 90% بودجه انکشافی به مصرف رسیده باشه، ما از استقبال میکنیم و خیر مقدم میگوییم. واقعا یک دستاورد بزرگ است، ولی سند بودجه 1397 تا جایی که ما معلومات دارم مطالعه کردیم و سند مالی 1398 هم مطالعه کردیم، به شکل مقایسوی ما ارقامی را که به دست آوردیم و ارقامی را که ما از دوستا به دست آوردیم نشان میده که در 70 الا 80% بودجه انکشافی به مصرف رسیده، ولی باز هم یک فیصدی خوب است، بد نیست و در سکتورهای مختلفی که ای بودجه به مصرف رسیده باید یک موضوع مصرف است، باید ما موثریت بودجه را هم در نظر بگیریم. آیا اینمی بودجه ای که مصرف شده به نیازمندی های مردم چی پاسخ گفته؟ آیا ما پیشرفتی داشتیم؟ ما اصلا در بازارهای افغانستان سر تا سر کشور ما شاهد یک پیشرفت ملموس و محسوس نبودیم. یعنی بیکاری فوق العاده زیاد است، فرصت های کاری از بین رفته، فرار سرمایه گذاری جریان داره، بناهن یک مسمیریت و مؤثریت کافی نداشته ای بودیجه. و ای بودیجه را اگر ما از سال 1395 مقایسه کنیم، به ترتیب بودیجه کاهش یافته.
یعنی این یک چیزی بسیار خطرناک است. واقعا یک چیزی است که ما را در سکتور مالی و اقتصادی ما را به خطرناک حالت مواجه می سازد که بودجه ما روز به روز کاهش پیدا میکنه. یعنی اینمی بودجه 93 97 اگر به 96 مقایسه کنیم کاهش یافته و بودجه سال آینده ما را که 1398 وقتی که به 1397 مقایسه میکنیم تقریبا 15 میلیارد 14 میلیارد افغانی کاهش یافته که این خودش نشانه از این است که منابع مالی ما کاهش پیدا میکنه و بدون شک بر اساس چارچوب NPDF که سال 2021 که تطبیق میشه کمک های جامعه جهانی کاهش پیدا میکنه و ما به حالت بسیار جدی مواجه میشیم که در اون صورت کنترل یعنی قابل مدیریت نیست. بدون شک ما مشکلات داریم. کمک های جامعه جهانی در بودجه سال 1397 که ما دیدیم یعنی به ترتیب کاهش یافته، مثلا 18% 30% الا 60% کمک های جامعه جهانی کاهش یافته. این به معنی عزیز که اعتماد بین حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی کمتر شده، کمرنگ شده، به خاطر ازی کمک ها کاهش پیدا میکنه. و دیگه طرف اگر ما ببینیم درآمد های داخلی ما را در بودجه سال گذشته سهم درآمد های داخلی ما تقریبا تا 170 میلیارد افغانی بود و این سال بودجه ما که 399 میلیارد افغانی است باز هم سهم ما کم است، تقریبا تا 180 میلیارد افغانی پیش بینی شده. ولی وقتی که ما انتخابات پارلمانی را و انتخابات ریاست جمهوری را که پیش روی داریم بدون شک که عواید ما دیگه هم کاهش پیدا میکنه، در اون صورت ما با کاهش بودجه با کسر خطیر مواجه میشیم. فعلا کسر ما تا 15 میلیارد افغانی است و این کسر ما امکان داره که تا 100 میلیارد تا 70 میلیارد افغانی بالا بره. بنابراین وزارت محترم مالیه و در کل حکومت باید ارقام حقیقی را به مردم شریک بسازه. در اون صورت ما میتونیم که یک پیشرفتی را هم به شکل مقایسوی ما اندازه کنیم که آیا پیشرفت شده یا نشده. بنابراین بودجه ملی که بر اساس برنامه های ملی، بر اساس پروژه های ملی ای طرح‌ریزی میشه و تطبیق میشه، اولویت های ملی کشور ما که او هم صحت است، امنیت است، زراعت است، معارف است، این سکتورهایی است که سکتور زیربناست، سکتورهایی است که خیلی مهم است. آیا در این سکتور ما، در این سکتورها کدام پیشرفت ما شاهد بودیم؟ نه خیر، هیچ اصلا پیشرفت ما نداشتیم. علت های عدم موثریت بودجه ای هم میتونه باشه که برخی از نهادهای دولتی هستن که اینا نمیتونن که در تمام سال بودجه توسعهشون رو مصرف برسونن و با پایان سال مالی که میمونه اینا اشیاء تجملی را بیشتر خریداری میکنن، مثلا رنگ مالی میکنن وزارت خانه شون یا که مبل و فرنیچر خریداری میکنن تا بودجهشون به نحو به مصرف برسه. این هم میتونه یکی از علت هایش باشه. ما یک کشور فقیر هستیم، اینو باید بپذیریم و هیچ نیازی نیست که ما هر سال لوازم جدید دفتری را ما خریداری بکنیم. دفاتر از دو کار صورت میگیره اصلا به خاطر در آخر سال، یعنی همیشه که ما شاهد بودیم فقط اشیاء تجملی خریداری میشه، موتورهای لوکس خریداری میشه. اصلا ما نیاز به این موتورها نداریم، ما باید کار بکنیم. یک دفتری که میز و چوکی باشه اونم کافی است. حاجت به این نیست که او رو 20 دفعه رنگ و روغن شوه، هر شش ماه پرده از او تبدیل شوه یا یک سال بعد پرده از او تبدیل شوه. این چیزایی است که اصلا ما پول ضایع میکنیم، ما باید صرفه جویی کنیم. ما یک ملتی هستیم که نمی پول ما با از خارج ها به دست میاریم، نمی به یک شکل ما از خارج ها همیشه میخوایم که نمی پول ما به دست بیاریم و این نمی پول که به دست میاریم ای خودش مشروط است، یعنی مشروط به پیشرفت ما شماست. به هر اندازه ای که به هر سطحی که ما پیشرفت میکنیم به اونمو اندازه کمک ها صورت میگیره. ولی متاسفانه ما ایرم درک نمیکنیم که ما ای پولی را که از خارج ها میگیریم، ای پولی که جامعه جهانی با ما کمک میکنه، ای پولی است که بینمی مردم کمک صورت میگیره. ولی اینمی پول اینمی یک تعداد مقامات دولتی ایرا در چیزای در خریداری چیزای بسیار بی اهمیت، چیزایی که اصلا هیچ اهمیت نداره، ایرا به مصرف میرسانه، به جدا جلوگیری شوه. و ایرا بارها تاکید ما نمی بوده که اشیای غیر ضروری هیچ خریداری نشوه. زمانی که شما در وزارت مالیه بودین، بیاین از تجربه تان بگوین که چقدر از وزارت خانه دست به چنین کار می زدن و به خاطر مصرف بودجهشان اشیای تجملی خریداری میکردن. ببینین ما بودجه عادی داریم، بودجه انکشافی داریم. بودجه عادی ما که
یک بودجه عملیاتی حکومت است که دو هم معاشات و امتیازات مامورین است، خریداری لوازم دفتری است، اینمی چیزا از کل 21 22 است که به شکل نرمال به مصرف میرسه. و مهم است بخش انکشافی ما، که در بخش انکشافی ما تقریبا ما در سال 1397 یعنی سال اینمی که 3 روز مانده، اینمی سال ما به پایان میرسه، تقریبا ما 100 میلیارد 102 میلیارد افغانی را به مصرف رساندیم. که ایر اگه ما به سالهای گذشته ایر مقایسه کنیم، به 1394 و 93 مقایسه کنیم، با ما نشان میده که اصلا مصرف ما انوز 50% است، هیچ مصرف زیاد نکردیم. و تجربه خودم که در وزارت بودم، بدون شک که در یک تعداد وزارتخانه ها پول به جا مصرف میشد، مثلا خود وزیر صاحب مداخله میکرد، انوز مداخله میکنه، و حتی در روند تدارکاتی مقامات حکومت وحدت ملی فوق العاده دخیل هستند و دستشان بسیار دراز است. و هر پروژه ای که مثلا یک پروژه یک دفعه داوطلبی میشه، او باید به شرکتی که ظرفیت داره باید داده شوه، اما شرایطی که پوره میکنه باید داده شوه، ولی متاسفانه او را پس اعلان میتن و دو سه ماه دیگر در بر میگیره که پروژه ها به وقت و زمان به اکمال نمیرسه، که یک چالش بزرگ است. واقعا بینمی کارا را یک تعداد مقامات است که مداخله میکنه در پروژه ها. دیگر طرف اگر ما ببینیم، اگر اینمی بودجه ما بر اساس دورنمای اقتصادی کشور ای ساخته نشوه، بدون شک رشد اقتصاد ما پیش نمیره. ما رشد اقتصادی که ما داریم هنوز 1.5% نیست. باز یک چیزای بسیار عجیب و غریب است که ما سند بودجه را مطالعه کردیم، رشد اقتصادی کشور ما را به سعودی عربستان مقایسه شده، که در سعودی عربستان 1.5% رشد اقتصادی است، بناهن از ما 1.5% است، هیچ فرق نمیکنه. برادر، شما وضعیت اقتصادی افغانستان با سعودی عربستان مقایسه میکنین که او ذخایر فوق العاده نفتی داره، او یک اقتصاد بسیار قوی داره، او پول داره، یک فرصت های کاری در سعودی عربستان فوق العاده زیاد است، هیچ عربی را شما نمیبینید که بیکار است. ولی ایجا از افغانستان و از کشورهای آسیای مرکزی مردم میره به سعودی عربستان به خاطر کار، به خاطر روزگار میره. بنان این چیزای عجیب و غریب ما در سند بودجه مطالعه کردیم. سند بودجه باید بسیار مسلکی و تکنیکی باشه. سند بودجه قانون است، باید او بسیار دقیق ساخته شوه. اولویت های ملی ما، منافع ملی ما، تقسیمات ولایتی باید در نظر گرفته شوه که اصلا به شکل درست در نظر گرفته نشده. بله، به خاطر از اینکه بودجه به گونه درستش به مصرف برسه، به ویژه بودجه توسعه، چگونه باید نظارت شود تطبیق بودجه؟ یکی از علت هایی که چون نات‌ها دست می‌زنن به اشیای تجملی خریداری میکنن و یا هم برخ کارهای دیگر را انجام میتن که غیر ضروری است، پس چگونه باید جلوگیری شود این کارها؟ ببینین، این هم یکی از وظایف عمده وزارت مالی است که از مصرف بودجه درست نظارت کنن، ولی باز هم دست وزارت مالی کوتاه است در این مسائل، به خاطر از اینکه یک تعداد وزارتخانه ها که وزیر صاحبایشان فوق العاده روابط گسترده با رئیس صاحب جمهور داره، هیچ کس از او بازپرس نمیکنه که برادر چرا بودجه به وقت و زمان مصرف نمیکنی. ببینین، امی هر وزارتخانه ها و هر واحد بودجوی وقتی که بودجه را میسازه، همه پروژه ها در او شامل است، در سند بودجه شان هم پروژه ها شامل است. در موسم سرما یعنی در زمستان، در همی 3 ماه میتونن که بالای پروژه ها کار کنه، بالای پروپوزل ها کار کنه، که همه امی پروسه تدارکات یا تکمیل کنن. وقتی که امی 3 ماه ختم میشه، برباری ختم میشه، بار از اون میتونه که عملا کار را شروع کنه. چرا این کار صورت نمیگیره اصلا؟ به خاطر از اینکه فساد است، به خاطر از اینکه باجگیری است، به خاطر از اینکه مداخله مقامات است و کار آغاز نمیشه. طرح ما می بوده در سابق، در سال 1393-94 طرح ما می بوده که باید در همی 3 ماه زمستانی ما بتانیم که بالای پروسه تدارکات کار کنیم، که متاسفانه این کار صورت نمیگیره. اگه این کار صورت بگیره، بدون شک که بودجه به شکل درست مصرف میشه. تشکر، سپاس از اینکه با برنامه حضور رفتین. خیلی سپاس. تا لحظات دیگر. کمک وزارت زراعت به دامداران. شما
بیننده برنامه بازار هستید. قرار است در جریان فصل سرما 300 میلیون افغانی دیگر برای رسیدگی به دامداران که از اثر خشکسالی زیانمند شدن هزینه شود. وزارت زراعت آبیاری میگد که با این پولها بیش از 6000 تن علوفه خریداری می شود و به دامداران در ولایت های آسیب پذیر توزیع خواهد شد. بر بنیاد اطلاعات این وزارت، امسال در کنار زیانمند شدن دامداران در حدود 1 میلیون جریب زمین های للمی، کشاورزان در نتیجه خشکسالی از کشت بازماندند. وزارت زراعت آبیاری می گوید که بارندگی های زمستان امسال خوب و بیشتر از پارسال پیش بینی شده است. اما این بارندگی ها قرار نیست مشکلات دامداران را که از اثر خشکسالی یک سال پسین به میان آمده اند به این زودی ها حل سازد. تا کنون برنامه های زیاد برای خرید علوفه و توزیع آنها به دامداران عملی شده اند. اما هنوز هم خطر نبود علوفه و تلف شدن دام ها دامداران و دامداری افغانستان را در ولایت هایی که بیشترین زیان را از اثر خشکسالی دیدند تهدید می کند. احتمال زیادی است که در سال آینده علفچرها چراگاه های ما مشکلی نداشته باشه، ولی در زمستان پیشرو با ممکن با کمبودی علوفه و خوراکی حیوانی بخصوص در ولایت خشکسالی ها بیشتر میزانش بود مشکل جدی باشه که در این راستا به تازگی وزارت زراعت حدود 300 میلیون افغانی بودجه را از اصرار به دست آورده تا ما بتانیم بیش از 6000 متریک تن خوراکی حیوانی را تهیه، تولید و خریداری بکنیم. از سوی هم شمار از کشاورزان میگویند که خشکسالی امسال دامداران و کشاورزان را بسیار زیانمند ساخته است و حکومت باید برنامه های بیشتر را برای تقویت و حمایت آنها عملی سازد. حسیب الله و اسمت الله از هزاران کشاورز هستند که کشاورزی یگانه منبع درآمد خودشان و خانواده هایشان است. مشکلاتش این عوض کاو نیست، خشکاوی است. دیگه اندیوال نیست، در حساب تخم کم بود هستیم. دو جریب زمین داریم، 7 نفر عیال ماست، دیگه کاروبار نداریم. وزارت زراعت آبیاری میگوید که در کنار برنامه های برای توزیع تخم های فرآورده های کشاورزی به کشاورزان، از آغاز سال تا کنون 1.2 میلیارد افغانی از سوی این وزارت و نهادهای دیگر دولتی و جهانی برای رسیدگی به دامداران هزینه شده است تا از تلف شدن دام هایشان جلوگیری شود. اما با وجود این، بخش از دام های دامداران تلف شدند و نیز در برخ از ولایت ها دامداران ناگزیر شدند دام هایشان را به علت نبود علوفه با بهای بسیار ناچیز بفروشند. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای یاسین فرهمند، آگاه امور کشاورزی. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمد به برنامه. سلام به شما و بیننده های محترم تلویزیون طلوع. ممنون. آقای فرهمند، کسانی که زیانمند شدن از اثر خشکسالی چی در بخش کشاورزی و هم چی در بخش دامداری، وزارت زراعت میگه که در حدود 300 میلیون افغانی را اینا هزینه میکنن به خاطر کسانی که زیانمند شده. آیا واقعا میتونه این 300 میلیون به کسانی که زیانمند شدن از بخش خشکسالی دردشون را دوا بکنه؟ با عرض سلام مجدد خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیون طلوع، در پاسخ به سوال شما باید بگویم که اگرچه اقدام خوب است ولی به موقع است. ببینین که از یک طرف زمستان در حالت تقریبا با وقوع پیوسته و تقریبا یک ماه از زمستان گذشته، از دیگر طرف تا هنوز هیچ چیز خریداری نشده، نو پول به این اختصاص یافته. شما میفهمین که پروسه خریداری دولت او از خود یک سلسله مراحل را ضرورت داره که حداقل یک ماه دیگر ضرورت داره تا این امی مراحل خود را طی کنه. یک مثل داریم میگه که تا که نشدارو از عراق میرسه مرگزیده هلاک میشه، به می ترتیب تا ای که ای علوفه خریداری میشه ممکن مواشی دهاقین ما از بین بره. ایره بهتر بود که وزارت محترم زراعت قبلا باید از پیش بینی میکرد و تا امروز باید در دسترس دهاقین قرار میداد، یکی. و دیگه ای که در قسمت توزیع ازی باید وزارت محترم زراعت بسیار جدی باشه تا ای بمو واقعا بمو مالدار حقیقی برسه. چرا ما میبینیم می چیزایی که به شکل کمکی توزیع میشه اکثرا به دست زورمندا و ملاکین و اینا قرار میگیره، نه به دست دهاقین یا کسایی که مستحق هستند. مستحقین بله، کسانی که زیانمند شدن از اثر خشکسالی، هم کشاورزان هم دامداران، نیاز بود که چه کمک های برشان باید صورت میگرفت تا حداقل از امو زیان شدن هنگفت از اینا جلوگیری میشد؟ چون تعداد کسانی هم هستن که دامدار هستن، تعداد زیاد از معاشیشان تلف شد اما هیچ نوع کمکی را دریافت نکردند.
این بسیار ضرور بود. وزارت محترم زراعت در شروع سال از خشکسالی آگاهی داشت که خشکسالی به وقوع پیوسته، اکثر مردم از نبود آب حتی از یک ولایت به ولایت دیگر مهاجر شدند. یعنی قبلا باید یک سروی را انجام میداد که ما به چی تعداد دهاقین داریم، به چی تعداد مالدار داریم و به چی مقدار علوفه ضرورت است، به کدام ولایت چی مقدار. تا این وقت باید است توزیع صورت می گرفته. چیزی که بسیار ضرورت بود برای دهاقین اولی که خودشان چون از نگاه محصولات زراعتی متضرر شدند، یعنی فود سکیوریتی یا مسئولیت غذایی را برای از یا تأمین میکرد، غذا برای خود از یا در دسترسشان قرار میداد تا اول خود یا میتونستند که زنده بانند، بعدا علوفه برای حیواناتشان. دیگه فکر میکنم که اونا خودشان میتونستند یعنی به نحو به برنامگی وجود داره. اینا خب اطلاع داشتن از خشکسالی ها در جریان امسال، باید کمک هرچی عاجل تر در اون زمانی که نیاز بود برش باید صورت میگرفت. اگر ما با سال گذشته با عین به برنامگی روبرو باشیم، پس افغانستان بخش کشاورزی و دامداریش چقدر زیان مند خواهد شد؟ بدون شک قسمی که من قبلا گفتم که یعنی اینطور نشده که یک حادثه باشه، یک حادثه غیر مترقبه باشه و مثل ریاست یا وزارت مبارزه با حوادث که دفعتن آن عمل میکنه، این قبلا پیش بینی شده بود که امسال دهاقین ما با کمبود علوفه و مواد غذایی مواجه میشه. یعنی قبلا باید است پلان منظم بر از یا گرفته میشد و تا امروز علوفه برشان توزیع میشد. فکر میکنم که حالا اکثر دهاقین یا مو مواشی خود به بسیار قیمت نازل به فروش رسانیده و یا اینکه اکثرش تلف شده از بین رفته. بله، خواهی فرمان، اگر ما سال آینده با عین مشکل روبرو باشیم و خشکسالی در افغانستان باشه، پس راهی که ما میتونیم اثرات خشکسالی را کاهش بدیم در افغانستان میشه از دید شما چی باشه؟ اول خو امیدوار هستم که خداوند رحم خدا نازل کنه، بارندگی های وافره، حکم فرما بسازه در این سرزمین. چرا خود خشکسالی یک مصیبت بسیار فاجعه آمیز است یا فاجعه بار است. برای از این که ما حد اقل بتانیم از امو حد اقل بارندگی های خود استفاده مؤثر کرده بتانیم، در قدم اول قسمی که بارها تکرار شده که بندهای آبگردان یا ذخایر آبی در مناطق مختلف باید است اعمار شود تا از فرار اینمی آبایی که همی بارندگی هایی که صورت میگیره از این جلوگیری کنیم. دوم برای درازمدت میشه ما کوها و تپه هایی که اکثر اراضی افغانستان بدبختانه کوهستان تشکیل میده، اینی را ما توسط جنگل پوش بسازیم یا مثلا سرسبز بسازیم تا ای که اینمی مقدار بارندگی که میفته از کوها به قسم سیلاب سرازیر نشه. یعنی ای خود موجودیت جنگل در کوه از وقوع سیلاب جلوگیری میکنه و زمینه نفوذ آب به آبهای زیرزمینی مهیا میسازه. یعنی در دراز مدت میشه که ما سرسبزی خود زیاد بسازیم و در کوتاه مدت میشه که ما حداقل از فرار آبها جلوگیری کنیم و سیستم های مدرن آبیاری را به اصطلاح ترویج سازن و دیگه شبکه های آبیاری را به صورت بسیار درستش که تا بتانیم از یک مقدار بسیار کم آب به صورت مؤثرش استفاده کنیم در مزرعه. کدام سیستم های آبیاری میتونه که در افغانستان مؤثریت داشته باشد تا ما حداقل از ضایعات آب که در جریان آبیاری او صورت میگیره جلوگیری بکنیم؟ اکثر اراضی افغانستان آبیاری نظر به اراضی باید در تغییر باشه. اکثر اراضی افغانستان کوه و تپه ها قسمی که پیشتر گفتم تشکیل داده، در اینجا میشه سیستم های بارانی و یا سیستم قطره ای استفاده کنند. در بعض مناطق نظر به چیز اراضی سیستم قطره ای مؤثر است و در بعض اراضی در بعض مناطق سیستم آبیاری بارانی مؤثر تمام میشه. بله، خواهی فرمان، میشه روی ازی هم اشاره بکنین که کدام نوع نباتات وجود داره که اینا مقاوم هستند در برابر خشکسالی و با آب کمتر نیازمند هستند تا در موقعی که ما خشکسالی با او روبرو هستیم بتانیم که اینا را کشت بکنیم؟ خب در نباتات مزروعی یا نباتاتی که بذر میشه زیادتر گندم،
جواری، جو، اینا با یک مقدار بسیار کم آب نسبت به محصولات دیگه ضرورت داره و با یک مدت بسیار کوتاه میرسند و در قسمت اشجار، البته اشجار مثل جلغوزه، بلوط و گرگر اینا به مقدار بسیار کم آب ضرورت داره. چیزی که در قدم اول ما میتونیم توسط از او امیکوهای به اصطلاح آری از جنگله یک دفعه توسط جنگل پوش کنیم، او امی بید روسی است که یعنی به بسیار مقدار کم آب میتونه یک بستر مناسب را برای بذر اشجار دیگه مساعد بسازه تا ما بتونیم که در تحت سایه از این اشجار دیگه را تربیه کرده و بالاخره این را قطع کرده در جاش امو اشجار مطلوبه که هم از چوب صنعتی تولید کنه و یا هم میوه تولید کنه مثل پسته، خود پسته، بادام، اینا به مقدار بسیار کم آب ضرورت دارن، میتونن که منید یعنی راهش وجود داره اگر حکومت بخواه که برنامه را دست بگیره؟ طبعا راهش وجود داره، یعنی اینطور نیست که ما به یک خشکسالی کاملا که این نباره به او مواجه باشیم. تشکر سپاس از این که با نوز رفتین، خیلی سپاس. شکر از شما. ادامه خبرها، هند از کمک 1,400,000,000 دلاری این کشور به مالدیو خبر میدهد. قرار است این پول در بخش توسعه اقتصادی و اجتماعی در مالدیو هزینه شود. تفاهم‌نامه این کمک ها به روز دوشنبه در اولین سفر رئیس جمهور مالدیو در هند امضا شده است. با نشر همین گزارش برنامه بازار نیز به پایان میرسد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار. هند از کمک 1,400,000,000 دلاری این کشور در بخش توسعه اقتصادی و اجتماعی به مالدیو خبر می‌دهد. افزایش روابط اقتصادی و بازرگانی، امنیت بحری از موضوعات هستند که در دیدار نرندرا مودی نخست وزیر هند و ابراهیم محمد صالح رئیس جمهور مالدیو در دهلی نو به بحث گرفته شد. هم اپنے وانیجک سمندوں مالک مند افزایش روابط اقتصادی و بازرگانی دو جانبه هستیم. من از افزایش فرصت های سرمایه گذاری شرکت های هندی در بخش های مختلف در مالدیو استقبال میکنم. پس از انتخابات ریاست جمهوری مالدیو، این نخستین سفر رئیس جمهور صالح به بیرون از آن کشور است. یکی از جنبه های مهم گفتگوهای ما خواست های متقابل و ضرورت باثبات بودن منطقه بوده است. همچنان توافق بر این شد که از طریق هماهنگی و نظارت هوایی، تبادله معلومات شامل همکاری ها در بخش آموزش و افزایش ظرفیت امنیت بحیره هند را بهتر سازیم. هند و پس از آن چین از بزرگترین شرکای اقتصادی مالدیو شناخته می شوند. هند در کنار چین در حال حاضر میلیون ها دلار را در بخش توسعه میدان های هوایی، خانه سازی و پروژه های دیگر در مالدیو سرمایه گذاری کرده است.